سلامونه وخت مو بخیر درنو لیدونکو هله مندم چې روغ جوړ خوشاله وستئ قدرمن لیدونکو د لوبي خبرونه دا او د ورزش لپاره ځانګړې شوی په دې خبرونه کې تاسو ته مونږ هرونه تیرونه تازه او مهم خبرونه راوړو ورسره ترڅنګ یو مشهور لوبغاړی سره مرکه هم لرو فل بعد تیرونه تازه او مهم خبرونه څخه وکړو بیرته زړه راغلو د افغانستان یو وتلای غرختون کې پاکیټو غره کې مړ شوې دی افغانستان یو وتلای غرختون کې علي اکبر سخی د پاکستان کې ټو غره ته د خطلو پر مهال مړ شوې دی کې ټو غر چې د نړۍ دویم تر ټولو لوړ غر بلل کیږي د پاکستان ګلګیټ سیمه کې دی د قراقرم پر نامه هغه کمپنۍ چې خاغری سخی ورسره په پاکستان کې د کې ټو په نامه غره ته پورته کېدو ویلي چې نو وړی له دویم کم نه دریم کم ته د خطو پر مهال ناڅاپي ناروغه شو چې وروسته یې سا ورکړه دغه کمپنۍ وایانده سمیا میرزا وایي اکبر له دویم کم نه دریم ته روان و په لاره کې خپل لارښود ته ویلي وو چې ښه نه دی غواړي بیرته دویم کم ته ښکته شي هغه د انرژۍ کچه ډیره کمه وه سر یې خوږېده او ټوخېده نوموړی وایي ښاغلی سخی دویم کم ته د ښکته کېدو مخکې سا ورکړه د افغانستان د غره ختونکو ځینو غړو ویلي علي اکبر سخی له ډېرې مودې راهیسې کېټو غره ته د ختو لپاره پر چمتووالي بوخت و کېټو غره ته د ختلو پر مهال تېره څه باندې یوه لسیزه کې 11 نړیوال لوبغاړي مړه شوي دي ځینې غره ختونکي د اکسیجن د کموالي او ځینې نور بیا واورې ښویېدو مړه کړي دي د نړۍ دغې دویمې لوړې څوکې ته تر اوسه څه باندې 350 نړیوال غره ختونکي ختلي دي د هم ګټو هیوادونو لوبې د هم ګټو هیوادونو 22مې دورې سیالۍ چې د برېټانیا برمنګم کې پیل شوې له 22 هیوادونو او سیمو پکې 15,000 لوبغاړي برخه لري داسې حال چې د لوبو ته د چمتووالي موده کې د یوګاندا نیټبال یا جالتوب لوبډلې د خپل هیواد بېلابېلو سیمو ته سفر کاوه لرې پرتو کلیوالو سیمو کې ماشومانو ته د نیټبال لوبه ورښودله او د خپلو ټاټوبو ځایي ټولنو کې لوبې او سیالۍ کولې هند د آسیا جام کرکټ سیالیو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه د هند کرکټ خپلې ملي لوبډلې هغه نوملړ خپور کړ چې په راتلونکي آسیا جام کې به ولوبېږي هندۍ لوبډلې ته مشهور توپ وهونکی ویرات کوهلي او کیر راهول بېرته راستانه شوي دي خو تیز توپ اچوونکی جسپراټ بومرا د ملا د ټپ له امله په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی د هند کرکټ بورډ ویلي بومرا د دوی له غوره توپ اچوونکو څخه دی او په دې خاطر یې په آسیا جام کې نه لوبوي چې نوموړی په پوره ډول راتلونکي نړیوال شل اوریز جام ته تیار شي د آسیا جام د اګست په 28مه په متحده امارات کې پیلېږي چې لومړۍ لوبه به یې هم د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي امریکایي قاضی د رونالډو خلاف د جنسي تیری قضیه رد کړه امریکا کې وی قاضی د نړۍ په کچه د فوټبال پیژندل شوی پرتګالي سوري کریستیانو رونالډو خلاف د جنسي تیری د ادعا قضیه رد کړې ده قاضی جنیفر ډورسی دا پریکړه ځکه کړې چې د جنسي تیری مدعی کاترین مارګا وکیل د قضیې پرانیستلو لپاره غلا شوي شواهد رامخکې کړي وو کاترین مارګا ادعا کړې چې ګواکي د مانچستر یونایټډ دغه لوبغاړي پرې په 2009 کال کې د لاس ویګاس په یوه هوټل کې جنسي تیری کړی رونالډو دا ادعا رد کړې او تر اوسه رسمن د قضیه کې نه دی تورن شوی د رپورټونو له مخې اغلې کاترین په 2019 کال کې رونالډو سره له قضایي سیسټم بهر په 315,000 ډالرو جوړجاړی کړی وو خو پر دغو پیسو میلیونونه نور هم غواړي نوموړی وایي هغه مهال د دې پیښې له کبله له روحي پلوه ښه وضعیت کې نه وه او داسې انګېرله چې د دغه جوړجاړي منلو لپاره تر فشار لاندې ده په 2019 کال کې امریکایي څارنوالانو ویلي وو دا مشهور فوټبالر رسمن نه تورنیږي ځکه د هغه خلاف شوې ادعاوې شکمنې دي او نشي ثابتېدلی بیا هم ستړي مشي درنو لیدونکو تازه او مهم خبرونه مو ولیدل اوس هم ورځو د یو مشهوره لوبغاړي د ژوند لنډه پیژندنه ګورو بیرته راګرځو د مراکې برخه نه پاتې ده نوین الحق افغان کرکټ لوبغاړی نوین الحق مرید د 1999 کال د سپتمبر په 28مه نیټه په پلازمینه کابل کې زیږیدلی دی ښاغلی مرید له 2014 زیږدیز کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی دی نوین الحق چې په ښي لاس میډیم فاسټ توپ اچونه کوي د افغان ملي لوبډلې سربیره په کور دننه او بهر ګڼو سوداګریزو لیګونو کې هم لوبیدلی دی هغه په 2018 کال کې په لومړي ځل د احمدشاه ابدالي څلور ورځني ټورنمنټ لپاره کابل لوبډلې له ځان سره اخیستی وو همداراز د 2018 کال په سپتمبر کې د افغانستان غوره لیګ په لومړي فصل کې ننګرهار لوبډله لپاره لوبېدلی و سربیره په کورنیو کرکټ لیګونو ښاغلی نوین الحق مرید په بنګلادش غوره لیګ کارابین غوره لیګ لانکا غوره لیګ او ټی 20 بلاست لیګ کې هم لوبېدلی دی
هغه تیر کال په لس اوریز لیگ کې هم اخیستل شوی و. نوین الحق خپله لومړنۍ نړیواله 50 اوریز لوبه د افغانستان لپاره د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کړې ده. دغه لوبه د 2014 کال د سپتمبر په 25مه ترسره شوې وه. هغه په 2014 کال 19 کلن نړیوال جام کې هم افغان 19 کلن لوبډل لپاره لوبېدلی و. د 2014 کال 19 کلن آسیا جام کې د افغان 19 کلن لوبډل لوبډل مشر و. د 50 اوریزو لوبو سربیره دغه لوبغاړی د افغان شل اوریز کرکټ لوبډلې لپاره هم لوبېدلی دی. هغه خپله لومړنۍ نړیواله شل اوریز لوبه د 2018 کال په جنوري میاشت کې د نیمیبیا پر وړاندې ترسره کړې وه. د 2018 19 کلن نړیوال جام لپاره بیا هم د افغانستان د 19 کلن لوبډل لپاره لوبډل مشر ټاکل شوی و. دغه لوبغاړی تیر کال په لومړي ځل شل اوریز نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره ولوبېد چې د خپل لوبډل لپاره یې ښې لاسته راوړنې درلودې. نوین الحق تر دې مهاله اووه نړیوالې 50 اوریزې لوبې، 14 نړیوالې شل اوریزې لوبې، 10 فرست کلاس، 23 نیست ای او 1 لیګ شل اوریزې لوبې ترسره کړې دي چې په شل اوریزو لوبو کې 18، 50 اوریزو لوبو کې 14، فرست کلاس لوبو کې 11، لیست ای لوبو کې 14 او لیګ شل اوریزو لوبو کې 9 نوي وکټې په خپل ریکارډ کې ثبت کړې دي. نوین الحق د نړۍ تر ټولو ځوان کرکټ لوبغاړو په نوم لړ کې 23م ځای لري چې په 18 کلنۍ کې کرکټ پیل کړی دی. نمره کې برخه ده واشمت الله عمر خیل د آزادو سیالیو اتل سره ملمه دی. ستړي مو شي په خیر اغلی خبرونه ته قربان پم سلامات باشین. سلام عرض ادب خدمت شما ګوینده موفق تر لزم شمشاد هم وطنان عزیزم که میکنین مورد پرزی تر لزم شمشاد تماشا میکنن و یک سلام خاص به همکارای تخنیکی تان که واقعا زحمت میکشن. بله بله ورزش نه وکو څومره وخت کیږي ورزش کوئ او څومره لاسته راوړنې لرئ؟ ما مدت 4 سال میشه که ورزش میکنم. چه سال اول در رشته بوکس که رشته اولی و اصلی ما بوکس هست. پیش اون سال قهرمان سال کشور استاد اطلاع در بوکس تمرین میکردم. و مدت یک سال میشه که رو به فری فایت آوردیم. پیش استاد رحمت الله چکری فعلا فری فایت تمرین میکنم. که خوشبختانه ما در مسابقات بوکس هیچ باختی ندارم. 4 مسابقه پروفشنال دارم. که خوشبختانه هیچ باختی ندارم ما در مسابقات بوکس. و مدت یک سال میشه رو به فری فایت آوردیم. فعلا مبارزات آزاد تمرین میکنم که ما تا حالا 6 مسابقه فری فایت داشتیم که خوشبختانه 4 برد دارم، متاسفانه 2 باخت دارم. که عضویت 2 سازمان مطرح کشورم دارم که یک سازمان تی جی سی یا شب قهرمانان بود که فعلا در افغانستان وجود نداره، با مو اعضای گروپ خود در امریکا به سر میبرن. و دیگه هم عضویت سازمان شب نبرد فرصه که در شرایط فعلی یکی از بهترین سازمان ها در افغانستان که چند قبل هم دوره چهارم برگزار شده بود، متاسفانه ما در دوره اشتراک نسبت به بعد مشکلات ها اشتراک نتانستم. و عضویت سازمان شب نبرد فرصه من دارم که در رست شدان نعمت الله همت است که میخوایم ایت تشکری خواست کنم از استاد نعمت الله همت که واقعا به خاطر ورزشکارای افغانستان زحمت میکشه و ایت یک پروگرام ها و برنامه های را جور میکنه. تاسی ویل چه لومنه رشته ما بوکس لا ولی ما بوکس پری خود چپاقی که دیر لسته رو نیده هم تاسی در لوده لی؟ بله ما 4 مسابقه پروفیشنال داشتم در رشته بوکس که متاسفانه مسابقات خارجی نداشتم به خاطر که مو زمینه برام مساعد نشده بود که مسابقات خارجی کنم. مسابقات داخلی 4 مسابقه داشتم پروفشنال که خوشبختانه هیچ باختم نداشتم رشته بوکس. به خاطر من رشته بوکس از رشته بوکس در رشته فری فایت آمدم که مبارزات آزاد تا رشته شد در شرایط فعلی که تمام رشته ها را پشت سر زد خود پیش کرد تا تمام افغانستان بلکه در تمام دنیا مروج است مبارزات آزاد. به خاطر رشته بوکس هم تمرین میکنم البته خو فعلا مسابقه در شرایط فری فایت مبارزات آزاد میکنم. بده یو کالم که مو څومره بهرنی سیالی تر سره کړی قسم خود تانم در جریان بودیم سایل صاحب قند ما 6 مسابقه در رشته فری فایت مبارزات آزاد داشتم که 4 برد دارم و 2 باخت که اولین مسابقه ما بیرون مرزی جور شده بود که از افغانستان در فایتر مطرح در وزنهای مختلف و به خاطر مسابقات هندوستان انتخاب شده بود. خود تانم در جریان بودیم. من مدت 2 ماه به خاطر از اون مسابقه زحمت کشیدم. خودتان آمده دیدی دست ما موگار بود. در اون حالت من مدت 2 ماه زحمت کشیدم برای خاطر از اون مسابقات آمادگی گرفتم، قرنطین شدم یک ماه. متاسفانه که نسبت به مشکلات اقتصادی ما نتونستم در اون مسابقات اشتراک کنم که در 28% در روز جمعه در شب جمعه بخیر
اون مسابقات برگزار میشه. به خاطر مشکلات اقتصادی که بر ما گفته شد که در اثر فیفای تر 2500 افغانی دلار مصرف میه، ما کدام سپانسر یا کس پیدا نشد که مرا حمایت کنه. نسبت به مشکلات اقتصادی ما نتانستم در مسابقه اشتراک نم، بلکه من تنانه سه فایتر از دقات و ده فایتر سه فایتر نتانید به خاطر مشکلات اقتصادی در او مسابقات اشتراک کنه و اه فایتر دیگر رفتن که فعلا در کشور هندوستان است. مسابقاتشان در شب جمعه بخیر، امید جمعه که دوان است در تاریخ 28 اسد برگزار میشه. بیرتر اگر زو مکسر پاتشی تمره حل زلی مو کړی د سیالی لپاره چې پلار واچول شي او د اقتصادي ستونزو نه ځان خلاص کړي سپانسر ورته پیدا کړي. قربان سایل صاحب کان خود ته نه آمدی مور از نزدیک دیده تمرینات مو بسیار به شکل فنی و مسلکی تمرینات فری فایت ما پیش تو رحمت الله چکری یکی از مربیای به خوب مشوار ما در رشته فری فایت هم بازداد آزاد جریان داشت و در رشته بوکس پیش استاد در اطلاع اندر که به مدت دو ماه بسیار زحمت کشیدم به خاطر از این مسابقات و در شبکه های اجتماعی در رسانه آمد گفت تا مگه کدام سپانسر بر ما پیدا شد و ما 100% این مسابقه را به نام افغانستان به تمام میرسانم. انشاءالله بهترین نمایندگی از کشور خود در کشور هندوستان میکردم که متاسفانه نسبت به مشکلات اقتصادی ما نتانستم، به خاطر که بسیار هموطنان ما در شبکه های اجتماعی هم پرسان و سوال از ما میکرد که چرا چی دلیل بود که تو در مسابقه اشتراک نکردی. ما یگانه دلیلی که بود نسبت به مشکلات های اقتصادی بود که بر ما مدت بر ما گفته شد که 2500 صرفی فایتر 2500 دلار مصرف می من نتانستم در مسابقات اشتراک کنم. چمره انتظار مو استله و چمره ارتا پتا مو ایده قصی علیله قسمه که پیشه ما برطان یادوار شدم با اولین پیری که بر ما خواسته شدم بر ما گفتن که انتو در وزن 70 کیلو خودت انتخاب شدی بر مسابقات هندوستان. اولین مسابقه ما بود بیرون مرزی که ما بسیار وقت خوش شدم و مدت دو ماه مرا گفت دو ماه تو وقت داری به خاطر از مسابقات. ما دو ماه بر از این قضی زحمت کشیدم قرنطین شدم که متاسفانه نزبد و مشکلات اقتصادی نتانستم در مسابقات اشتراک کنم. کله چې خبر شو یو کله چې بو ډاکټر لاسه کچ نشه کولای دا ستوند نه ځان خلاص کړي سیالي مو نه شوي څه احساس مو درلود؟ ما خواسته شده مک د دفتر ادمو کسی که می امهان کنده د مسابقات بود بر ما گفت امونجا گفته شد که صرفی فایتر 2500 افغانی دلار مصرف می وقت ما امونجا پیشنهاد خود برش کردم. ما گفتم من نمیتونم د مسابقات تنها من نه بلکه چه فایتر دیگه هم دوازنای مختلفی پیشنهاد کرد که ما نمیتونیم به خاطر کدام سپانسر یا حمایتگر نداریم که ما را سپانسری کنه که ما به خاطر از این مسابقات بریم. ما همونجا وقت مایوس شد و ما را گفت اگر تو نمیتونی مشکل نداره دیگه. نسبت به مشکلات اقتصادی ما وقت مایوس شدم، باور کنی که ما یک ماه دیگه تمرین هم نکردم بیخیم تو از تمرین دل ما تمرین زده بود دیگه. پس به تمرین های خود ادامه دادیم انشاءالله که دوره در سازمان یکی از بهترین سازمان های در شرایط فعلی که در افغانستان از زید تفسیست که مسابقاتش در 28 اسد دور چهارمش برگزار میشه در روز جمعه بخیر در ولایت مزار شریف و در دوره پنجمش در دوره اشتراک کردن نتانستم به خاطر که تمریناتم صحیح نبود. در دوره بعدیش انشاءالله ما در سازمان زید تفسی با یکی از حریفای خارجی مسابقه میکنم. آیا هم در سیالی چه مپهن که واو کنسل شوه؟ دته کوم چانس لري چې ورته په ریمیچ یا بل میچ وکړي؟ بسیار ای نقطه خوب را اشاره کردین. ای دورش خود 28 اسد از دمی جمعه که میای ای دورش تیر میشه د دوره بعدی شای کدام سپانسر یا کدام حمایتگر ما پیدا کنم 100% را به تان اطمینان میتم که بیای بهترین نمایندگی خوب ما از کشور خود در اونجا میکنم ان شاء الله. دیگه اگر کدام سپانسر را پیدا کنم 100% مشتراک میکنم در مسابقه. رتا لدی سیاله پوست وقتی به تمرینات بوخت هستی داده کم و سیاله رو پر تمرینات کب؟ ما قسمه که پیشترم برتون یادوار شدم دوره چهارم سازمان زیتفسی در 28 اسد برگزار میشه که در این دورهش من نتانستم مشتراک کنم و در دوره بعدیش که دوره چهارمش برگزار میشه در دوره پنجمش انشالله با یاری پروردگار با یکی از حریفای خارجیم که ما چند وقت پیشم در امرای در رئیس سازمان ششتا بودیم گپ زدیم انشاءالله ما فایت میکنم که بتانم یک نمایندگی خوب از کشورم کنم. ما به خاطر آمادگی هایی که بر مسابقات هندوستان گرفته بودم ما در شب نبرد خوست سه قرارداد دارم که دو فایت کردیم، یک فایت مانده بود در دوره چهارم مسابقات شب نبرد خوست
که در 20 عمل برگزار شده بود من میتونستم در این مسابقه هم اشتراک کنم بخاطر که یک مسابقه مانده بود در سازمان من بخاطر که خوبتر و بهتر آمادگی بگیرم بر مسابقات هندوستان من این مسابقه خودم کنسل کردم که متاسفانه اون مسابقه هم نشد این مسابقه هم نشد په اوس وخت کې هغه سیالۍ او هغه سازمانونه چې په هیواد کې دننه جوړ شوي دي او سیالۍ په لاره اچوي ستاسو په نظر ځوانو لوبغاړو لپاره څومره ګټور تمامېدای شي؟ د شرایط فعلي یک مشکله که د افغانستان هست ما میخوایم یادآور شوم سازمان ها بسیار زیاد شده باور کنید د شرایط فعلي هست کلب کلبداری که د سازمان ها زیاد شده و ما از رئیس المپیک میخوایم که از این سازمان ها بررسی شوه یا نزدیک دیده شوه در المپیک ثبت شوه کسی که کدام سازمان که در المپیک ثبت نیست یا را بند کنه به خاطر که یک تجارت در آن داختن به خاطر سازمان ها شما باور کنید ما در یک مسابقه سوم بوکسم بود در یکی از سازمان ها برگزار شده بود من که رفتم در اون مسابقه اشتراک کردم که معاون از اون رئیس سازمان شیشته بودم باور کنید ما را گفت ما به خاطر این مسابقات در این سازمان برگزار کردیم ما هم آید هم کرای کلاب ما قصدار هستیم ما میخواییم از ورزشکارا انترفیس که در فایتر که در مسابقات اشتراک میکنه در مسابقات داخلی 1500-2000 از فایتر ها میگیره بر ما گفت ما بخاطر از این مسابقات برگزار کردیم که ما هم فیس کلاب خود بپردادیم که تقریبا ما 5 ما قصدار هستیم دیگه ما از المپیک خواهش میکنم از رئیس های المپیک که برن این سازمان ها را بررسی کنه سازمان هایی که در المپیک ثبت است و را اجازه فعالیت بده و سازمان هایی که در المپیک ثبت نیست بندش کنه دا نو بیا غیر قانونی چوی نو مسئولیت هم لری کم فایتر خوگیگی یا کم سو فایتر مونگ بهر نرا غادو مونگ مسئولیت هم لری کنه بله بخاطر که فری فایت هم بارزات آزات تای ورزش است که مسئولیت هر سازمانه که فای مسابقه را برگزار میکنه اگه در المپیک ثبت باشه برازو مشکل نداره به خاطر که هر فایتر که در سازمان اشتراک میگینه او قرارداد که نوشته میشه اگه در جریان فایت آگاه شوه یا کدام صدمه برش برسه او مسئولیت به دوش خود فایتر است امنیتی ستونزی هم مختکیه بله مشکلات امنیتیشون به دوش المپیک میباشه مسابقه هایی که برگزار رسمی باشن مسابقات رسمی که باشه در المپیک ثبت باشه مسابقه هایی که برگزار میشه المپیک در جریان میباشه مشکلات امنیتیشون خود المپیک میگیره و اون مسابقاتی که متاسفانه غیر قانونی برگزار میشه سازمان هایی هست که در المپیک ثبت نیست به خاطر تجارت فایتر را برگزار میکنه متاسفانه در او که هر فایتر یا هر ورزشکار که صدمه یا آسیب میرسه او مسئول از هم خود از هم رئیس از هم سازمان است به خاطر که او سازمان در المپیک ثبت نیست مخکنی بختنه می جواب نشوه اون ویل چې څومره ګټور تمامیدای شي دغه سیالۍ چې په افغانستان کې دننه پلاره چول کیږي هغه ځوانانو لپاره چې نوي ورزش ته مخه کړي وي بسیار نقطه خوب را اشاره کړي فری فایت او مبارزات آزاد د افغانستان بسیار به شکل سریع پیش رفت که فعلا تمام مردم افغانستان به این رشته معلومات کافی آشنایی مکمل دارن که امو اساس و بنیاد دمی فری فایت او مبارزات آزاد در کشور ما که ایجاد شد اما دو سازمان مطرح کشور ما بود که فعلا از دویش موجود نداره در کشور ما شب قهرمانان یا تیجیفسی بود که در رسان استاد عبدالواسی شریفی ریاستش او به دوش داشت که ما میخواییم یک تشکری خاص کنم بخاطر که بسیار زحمت میگرید بخاطر ورزشکارای افغانستان بهترین یک سازمان را جور کرده بود که نشراتش از یکی از رسانه های مطرح کشور ما طور لایف بود و دیگر سازمانی که بود به نام شب نبرد خوش یا سیلفتی که مسابقات از اون به طور لایف نشر یا جور می شد همین دو سازمان باعث شد که در رشته فری فایت و مبارزات آزاد به تمام افغانستان به شکل سریع مروج پیدا کنه در خپل هیواد او ځان لپاره مراد لوی هیله و ارمان څه دی؟ یگانه آرزوی ما ایست که ما بتانم به نمایندگی از کشور خود یگانه فایتر باشم که از افغانستان در سازمان بلندترین سازمان که سازمان UFC است اگه او را پیدا کنم که سه روز بعد یکی از قهرمانان مشهور کشور ما به خاطر به دست آوردن قرارداد از سازمان فایت میکنه که او سازمان سازمان UFC است که بلندترین سازمان در دنیا است در رشته مبارزات آزاد استاد احمد سایل حسنزاده است که سه روز بعد مسابقهش است به خاطر قرارداد UFC فایت میکنه اگه مسابقه را برنده شوه قرارداد UFC برای داده میشه که پنجمین نماینده ما از افغانستان در
سازمان UFC استاد احمد سایل حسنزاده است. انشالله با امید پیروزی استاد احمد سایل حسنزاده بتانم نماینده پنجم کشور ما باشه که در سازمان بلندترین سازمان در سازمان UFC را پیدا کنم. میرم انا کرمادن روسته پیغام قربانت سلامت به خیر سلامت باشی. من میخوایم یک تشکری خاص کنم از استاد قهرمان قهرمان ساز کشور استاد دایت الله اندر که واقعا در رشته بوکس همراه ما بسیار زحمت میکشه و میخوایم یک تشکری خاص از استاد فری فایت اون بازات آزاد بکنم استاد رحمت الله چکری که یکی از بهترین مربی ها در رشته فری فایت است و قربانت به خیر سلامت سلامت بیرمان درنو لیدون کوز مونږ د دیونې د لوی خبرونه هم پام دې ته پېټ رسی تر بلې ونه پوره خوښ تلره اللهم ماشي لا لیدلمو مننه